دوستان و چنان خوش اومدید، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز به درخواست شما میخوام آموزش کانفیگ تروجان روی ویتوری رو بهتون بدم و اینکه چطوری میتونید کانفیگ رو انجام بدید. سعی کنم از آسون ترین متدی که هستش استفاده کنم که زیاد کامند نداشته باشه که شما توی کانفیگش به مشکل نخورید. میخوایم از کانفیگ یا حالا اسکریپت مک ای استفاده کنیم توی این آموزش. لینک گیت هابش رو براتون توی یه دونه فایل نوت پد زیر ویدیو میذارم. کل دستوراتی که شما میخواین بزنید دوتا کامند بیشتر نیست، بقیهش حالا توی همون یو آی که داخل سرور هست انجام میشه و از طریق همون دستوراتی که جلوتر بهتون میگم میریم جلو. متوقع من بیاد جلو، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه. برای این حالا کانفیگ شما نیاز به یک سرور اوبونتو دارید، اوبونتو 18 به بالا، و حتما باید یک دامین هم داشته باشید. من طریقه گرفتن دامنه رایگان رو قبلا گفتم تو ویدیوی قبلی، لینکش رو هم بالای این ویدیو هم تا ویدیو میذارم. اگر اونها رو ندیدید اول باید اونها رو ببینید و متوجه بشید که چجوری میتونید دامنه رایگان بگیرید. اگر هم نتونستید دامنه رایگان بگیرید، میتونید یه دامنه یه ساله به حالا مبلغ فکر کنم 60 تا 100 هزار تومان از هر سایتی که صلاح میدونید تهیه کنید. برای اینکه ما نیاز به TLS داریم، یعنی تروجان، برای اینکه کار کنه حتما باید TLS هم داشته باشه. خب بریم سراغ اینکه چطوری میتونیم این کانفیگ رو روی سرورمون انجام بدیم. دوستان من دارم از اسکریپت مکی استفاده میکنم، هم اول ویدیو هم بهتون گفتم. داخل سایت گیت هاب سعی کنید آخرین نسخه در واقع این اسکریپت رو که هم چینی هست نصب کنید. نسخه انگلیسیش آخرین نسخه نیست، حتما چینیه رو نصب کنید که یه کامند اینجا داره که حالا این کامند رو من اینجا کپی میکنم توی فایل تکستم، هم اینجا براتون میذارم. اگر حالا نخواستید از سایت گیت هاب استفاده کنید، مستقیما میتونید بیاید اینجا و این کامند رو داخل سرورتون اجرا کنید. قبل از اینکه این کامند رو اجرا کنید، سرورتون رو یک بار مثل همیشه اول آپدیت و آپگرید میکنید با این کامند. تا این داره این کار رو انجام میده، داخل سایت کلود فلیر هم دوستان شما باید یک ای ریکورد ایجاد کنید یا یک ساب دامین داشته باشید که به آی پی سرور مجازیتون اشاره کنه. یعنی چی؟ یعنی یک رکورد ایجاد کنید مثل مثلا حالا DL، اینجا آی پی سرورتون رو میزنید و اینجا هم پراکسی رو تیکش رو بر میدارید. شما نیازی به حالت CDN دیگه تو این حالت ندارید. اینجا هم آی پی سرورتون رو میزنید، سرور مجازیتون رو سیو میکنید. مثلا میشه چه میدونم، به فرض میشه dl.blue.com که این باید آی پی سرور مجازیتون رو بهتون نشون بده و اینو توی کانفیگ تروجان ما نیاز داریم. دقت کنید بعد از اینکه ساب دامینتون رو ایجاد کردین، توی تب SSL TLS این رو بذارید روی فول، بذارید رو حالت فول باشه، تیکش رو بزنید و تمام. دیگه ما با پنل کلود فلرمون کاری نداریم، فقط باید این تغییرات رو توش ایجاد میکنیم و یک ساب دامین داخلش تعریف میکنیم. حالا برمیگردیم روی سرورمون، میایم اینجا و خود اسکریپت مک ای رو نصب میکنیم. سرورمون آپگرید شده، این رو میزنیم. بچه این دوباره همون حالت قبلیه، یعنی چینی بهتون نشون میده همه چی رو. اینجا رو اگه متوجه نشده اشکال نداره، بیاید تا بالا این قسمت رو کپی کنید. و من قبلا یه سایتی رو بهتون معرفی کرده بودم به نام DeepL، میتونید از این سایت DeepL استفاده کنید. تمام اینا رو اینجا پیست میکنید و این کامل بهتون نشون میده که این گزینه‌ای که اینجا هست چی و حالا انگلیسیش چی میشه. خب ما این سمت راست داریم میبینیم انگلیسیش رو، گزینه یک مربوط به نصبش هست، ما انتخاب میکنیم گزینه یک رو، اینتر میکنیم. ازتون میپرسه که میخواید X-ray Core رو نصب کنید روی OSتون یا V-Tray Core. ما میگیم X-ray رو میخوایم چون X-ray به نظر من بهتره. خب صبر میکنیم تا ببینیم نصب میشه یا نه. بچه این اسکریپت داره از Nginx استفاده میکنه، ممکنه الان به شما ارور بده موقع نصب، ممکنه هم ارور نده. Nginx یه وب سروره، اگه شما روی سرورتون آپاچی داشته باشید Nginx روی سرورتون نصب نمیشه، چون آپاچی داره از پورت 80 استفاده میکنه، یا اگه کدی دارید اینا هم وب سرور هستن. و اگر ارور گرفتید یعنی یه مشکلی توی نصب انجینیکستون وجود داره. فکر کنم الان به منم ارور داده، احتمالا من باید آپاچی داشته باشم.
خب اینجا ازتون میخواد که دامینتون رو بزنید. بذارید من یک بار این رو کنترل سی کنم ببینم آیا آپاچی داریم یا نه. خب از دستور نتستت استفاده میکنیم، داش plnt. ببینیم پورت 80 مون آیا درگیر هست یا نه. بله پورت 80 هم داره استفاده میشه و آپاچی هم هست، سرویس آپاچی همونطوری که میبینید. خب من کاری که باید بکنم، چون اینجا داره بهم وارنینگ میده، داره حالا خطا میده که همچین چیزی هست و این انجینکس نمیتونه درست اینیبل بشه، میتونید با دستور apt get purge آپاچی تو کل این آپاچی رو حذف کنید از سرورتون، که فکر میکنم با این حرکت مشکل اون حل بشه. خب دوباره میریم اسکریپتمون رو از اول اجرا میکنیم. خب یک رو میزنیم که نصب بشه، ایکس ری کور رو میزنیم. اینجا دوباره اون حالا پکیجایی که میخواد رو نصب میکنه. خب دیگه اروری به من نداد، فکر کنم مشکلمون حل شد. اینجا ازتون حالا همون دامینتون رو میخواد. حالا من اینجا میزنم که شما ببینید. دوباره این سمت چپ من این رو پیست میکنم، میگه دامینی که دارید رو اینجا بزنید. خب ما دامینی که تعریف کردیم توی کلود فلیر رو میزنیم اینجا و اینتر میکنیم. اینجا ازتون میپرسه که میخواید از پورت 443 استفاده کنم به صورت دیفالت یا پورت دیگه ای مد نظرتون هست. شما بعدا هم میتونید پورت رو تغییر بدید، ولی چون میخوایم از TLS استفاده کنیم بهتر همون دیفالت 443 باشه. برای همین ما اینتر میکنیم که دیفالت بره رو 443. اینجا میگه میخوای SSL تو از کدوم سایت بگیرم، Let's Encrypt بگیرم، Zero SSL بگیرم، که من همون Let's Encrypt رو انتخاب میکنم. گزینه یک و اینتر میکنید. برای تنظیمات DNS شما اینجا نیاز نیست کار خاصی انجام بدید، باز اینتر میکنید، ساب میکنید که بره مرحله بعد. خب بچه ها اینجا هم دوباره تنظیمات مربوط به SSL هست اگه اشتباه نکنم. بذارید اینم بذارم ترجمه بشه. خب این رندوم پسش هست، میگه یک مسیر رو باید برای این انتخاب کنی، که ما اینجا رو هم دوباره اینتر میکنیم که خودش دیفالت یه مسیری رو مشخص کنه. ساب میکنیم که ایکس ری کور رو هم نصب کنه، ورژن 1.6 و 1ش رو داره دانلود میکنه. اینجا تنظیمات مربوط به کلود فلیر هست، باز ما اینجا رو هم نمیخوایم تغییر خاصی بدیم، اینتر میکنیم. UUID رو هم باز هیچی نمیزنید، اینتر میکنید که خودش UUID بهتون بده. میتونید این UUID رو یه جا سیف کنید که بعدا به دردتون میخوره. ساب میکنید تا پکیج های بعدی رو نصب کنه و یه همچین صفحه براتون میاد که کلی بهتون کانفیگ میده. حالا همه این کانفیگ ها رو میتونید استفاده کنید، یعنی این چیزایی که اینجا میبینید کل کانفیگایی که روی سرور شما نصب شده. خب دوستان ما یه کار دیگه باید انجام بدیم، تقریبا نصب اسکریپتمون تمومه. این اسکریپت یه پنل داره، شما با زدن واسما اینتر میتونید پنلش رو باز کنید، که الان همونطور که میبینیم پنل چینی دوباره بر ما باز شد. خب حالا باید یه سری چیز دیگه هم اینجا نصب کنید. من دوباره این گزینه ها رو اینجا براتون میارم که شما ببینید. اینجا حالت دیگه اینستالیشنش تغییر کرد به ری اینستال. ما یه قسمتی باید نصب کنیم روی سرورمون، فکر کنم قسمت 18 هست، کد 18 رو میزنید اینجا و بعد از اینکه 18 رو زدید 1 رو میزنید، اینتر میکنید اینجا، که یه بی بی آر هم روی سرورمون باید حتما نصب شه. این صفحه که براتون باز شد، گزینه 11 رو اینجا انتخاب میکنید و در نهایت اینتر میکنید و ساب میکنید، این خیلی سریع روی سرورتون نصب میشه. خب یه کار نصب ما اینجا تموم شده و ما کار دیگه ای رو اینجا نمیخوایم انجام بدیم. حالا باید ببینیم که میتونیم از اون چیزایی که نصب کردیم استفاده کنیم یا نه. دوستان ما یه بار دیگه واسما رو اینجا تایپ میکنیم که این پنل برامون باز شه و
اینجا می باید بریم توی قسمت اکانت منیجمنت ببینیم اینجا میتونیم اون حالا کدایی که بهمون داد رو ازش دوباره استفاده کنیم یا نه. من میام اینجا و اینا رو ترجمه میکنم. خب یک رو میزنیم، گزینه یک همون ویو اکانت هست که همه اکانت ها رو بهتون نشون میده و همونطور که میبینید دوباره اون اکانت هایی که همون اول نصب بهمون نشون داد رو دوباره داره اینجا نشون میده. خب ما میایم حالا از یه دونه از این تروجان هایی که برای ما کانفیگ کرده استفاده میکنم. یه تروجان TLS داره، تروجان GRPC TLS داره. حالا یه دونه به فرض من تروجان TLSش رو اینجا کپی میکنم، توی نرم افزار ویتوره انجین میام این رو پیست میکنم. بچه اگر دارید از پوتی یا حالا ترمیوس استفاده میکنید فقط روی این متن رو بگیرید خودش کپی میشه، نیاز نیست کار دیگه یه انجام بدید. خب ویتوره انجین رو باز میکنم، اینجا میام ایمپورت میکنم و این اینجا ایمپورت میشه. خب دوستان من همونطوری که میبینید تست پینگ رو گرفتم و پینگ داره به هم نشون میده اینجا. نکوره‌تون رو حتما باید اگزیت کنید. من حالا نکوره‌مو اگزیت کردم از قبل. اینجا دیگه الان هیچ وی پی اینی داره اجرا نمیشه. یکی از این پروفایل های تروجان که حالا پینگ پایین‌تری داره به هم میده، جی آر پی سیش مثلا که پینگش پایین‌تره، حالا این رو انتخاب میکنم و میذاریم روی این پروفایلی که اینجا هست و با این وصل میشیم کل سیستم رو میندازیم روی حالت سیستم پراکسی ببینیم برامون سایت ها رو باز میکنه یا نه. مثلا یه دونه یوتیوب رو اینجا تست میکنم ببینم یوتیوب هم کار میکنه یا نه. خب یوتیوب رو که بدون هیچ مشکلی داره باز میکنه، سرعتش هم تقریبا خوبه، هیچ مشکل خاصی نداره. سایت های دیگه هم که راحت باز میشه. پینگی هم که داره بهم نشون میده حالا داخل ویتوره انجی اگه بیاید اینجا ببینید تقریبا 105 میلی ثانیه هست که پینگ بدی نیست. خب این شد از کانفیگ تروجان. میتونید از کانفیگ های دیگه هم استفاده کنید. توی این پنل حالا کانفیگ های مختلف بهتون داده، احتمالا این قسمت شما الان نمیبینید چون من تار کردم. VMS TLS بهتون میده، VMS WS TLS مثلا داره، CDN هم حتی میتونید روش کانفیگ کنید، توی گزینه هاش حالت CDN هم داره، ویلس بهتون میده، کلی کانفیگ اینجا هست. ویلس WSTLS مثلا بهتون میده که میتونه استفاده کنین و همه اینا رو اتومات براتون جنریت میکنه دیگه. بهتونم گفتم توی قسمت اکانت منیجمنتش میتونید کل این کانفیگ هایی که براتون ایجاد میکنه رو به صورت اتوماتیک ببینید و ازشون استفاده کنید و کانفیگ های تروجانش هم خیلی خوب و با سرعت درست حسابی کار میکنه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. هر مشکلی هم داشتید برام کامنت کنید، حتما بهش جواب میدم. تا ویدیوهای بعدی، پیس آوت.